بر اساس گزارش پلیس فتا، روزانه سایت ها و کانال هایی در فضای مجازی پدید میان که مدعی معرفی همسر هستند و بعضی از اینها مشخص میشه که مرکز صادرات و خلاصه تجارت انسان هستند. به این دلیل بود که یک بستر امن زیر نظر اساتید معتبر مشاوره و روانشناسی تأسیس شد و اون روزی که تغییر نام پیدا کرد به همدم، تجربه حدود 5 ساله اونجا مطالعه شد، اساتیدی که از اساتید مطرح دانشگاه‌های کشور بودن نظارت مجددی انجام دادن، بعضی از عیوب و نگرانی‌های احتمالی رفع شد و در قالب سکوی به نام همدم مجددن رونمایی شد. هدف از این سامانه که یک مرکز معتبر هست و ما با کمال اطمینان اعلام میکنیم که هیچ گونه سوء استفاده ای در این سامانه امکانش وجود نداره، هدفش افزایش تعداد ازدواج نیست. طبیعتا اگر شما نسبت بین متقاضیان و مزدوجین رو بخواید محاسبه کنید، نسبت پایین نیست، به دلیل اینکه هنوز که هنوز دختران و پسران جامعه ما مایلند که خودشون بدون استفاده از این بستر همسر آیندهشون رو انتخاب بکنند.